باید هم دلواپس بود. چرا بازی های جهانی به قدری سریع شکل میگیره که گاهی همه ما آچماز میشیم. حالا داشتم با دوست نازنینم آریای جوانسار صحبت میکردیم درباره این که چگونه وقتی تصمیم گیری ها شد بازی ها آغاز میشن. این دیل هسته‌ای بایستی صورت میگرفت. بایستی این دیل هسته‌ای با توافق دو به اصطلاح ادمینستریشن یا دو رژیم یا دو دولتی که خواهان انجام این مأموریت بودن صورت بگیره. به خنده های مسخره آقای ظریف توجه نکنید. آقای ظریف کاری نیست. آقای ظریف پادوی سیاسی است. دیگران تصمیم میگیرند. از روزی که ایرانیان پروژکت را افتاد، از روزی که آقای برژنسکی، آقای روبرت هانتر، آقای گری سیک تصمیم گرفتن که در واقع تمام توان تبلیغاتی خودشون رو، ارتباطهاشون رو پشت به اصطلاح پروژه ارتباط ایرانی بگذارن، این پروژه را افتاد. و امروز همین قدرت های به اصطلاح شناخته شده هستند که بازی رو به جایی رسوندن که همه مطمئنن که در تابستان سرانجام به این دیل خواهند رسید. حالا این دیل چه میخواهد؟ به گفته بسیاری به سود ایران باشه و به عقیده پاره‌ای به زیان ایران اتفاق خواهد افتاد. اتفاقا در رند کورپوریشن، یکی از مؤثرترین و با نفوذترین مراکز به اصطلاح فکری آمریکا، یک جلسه ای بود. بحث جلسه بود روز پس از انجام دیل. حتما وقتی نگاه کنید خواهید دید که در واقع این دیل چیست که اینها این همه اطمینان دارن که این توافق صورت خواهد گرفت. پنل های مختلفی آمده بودن و بحث می کردن. پنل هایی که در یکیش خانم سوزان ملونی بود، آقای علیرضا نادری بود، رابین رایت بود، اصل کار اینا هستن. اینها در واقع بحث می کردن درباره این که رژیم تهران چگونه می اندیشد، رژیم تهران چه مشکلات و معضلاتی دارد. در این میان اولا خانم سوزان ملونی، من سالهاست دربارش میگم، کسی بود که فکر میکرد آقای خاتمی گورباچف اسلامی است. کتابی نوشت به اسم آیت الله خاتمی گورباچف. حالا خانم سوزان ملونی در انیستیتو بروکینگ نفوذ بسیاری داره، بعد از وزارت امور خارجه آمده انیستیتو بروکینگ و در اونجا در واقع یکی از پروپاگاندیست های این طرح بود، طرح ایجاد ارتباط با ایران نه جنگ. خانم رابین رایت یکی از نویسندگان معروفی است، ژورنالیست های شناخته شده است، کتاب های بسیاری درباره ایران، انقلاب اسلامی نوشته، یکی از کارشناسایی است که حرفاش رو همه قبول دارن و میپذیرن. خانم رابین رایت در این کنفرانس سعی میکرد برای حضار آمریکایی که اکثرا کارشناس بودن، متخصص بودن، روزنامه نگار بودن، توضیح میداد در ایران ساختار قدرت ها در ایران چگونه است. And they want to have clearly their allies still playing a role in any post-Assad period. But in the meantime, they're saying, look, where is the alternative? And in the absence of an alternative, they will do everything they possibly can to prevent the jihadis from coming to power. And this is where they keep talking about, when it comes to common interests that they share with Washington, concern about the rise of extremism. And so I think that this is why they want to deal with the Saudis. It's not because they think they want to become buddies with the Saudis. It's because they think that is where the regional divide plays out in their relationship. And they will continue to be at odds with each other in terms of broader strategic goals, that it could, you know, redividing the region, that the whole
the whole fate of the region kind of depends now on this rivalry between Iran and Saudi Arabia, Sunni, Shiite, whatever. And it's very interesting when you talk about Syria with the Iranians, how they keep saying, wait a minute, don't assume that, you know, because they're Alawites, they're like us. We're much closer to the Sunnis in Turkey than we are to the Alawites in Syria. So there's, again, a kind of oversimplification of who their allies are. This is a marriage of convenience and so forth. Now, with Hezbollah, that's a very different relationship. That is one that is very profound, dates back to the origins of Shiism in Iran. نکات ظریفی رو خانم رابین رایت در این به اصطلاح میتونم بگم تفسیرها و تحلیلهای خودش اشاراتی میکرد که شاید برای بسیاری اگر میشنیدن یک مقدار شوکاورم به نظر میرسید. البته ایشون ساختار سیاسی ایران رو به خوبی تشریح کردن، اصولگراها، اصلاح طلبها، آبادگران همه رو مشخص کردن. ما همه اینها رو بالاخره در سایت های ایرانی باش مواجه میشیم، ولی برای جامعه آمریکا ناشناخته است. بنابراین یکی از نکاتی که خانم رابین رایت اشاره کرد که گاهی تونی جوانسالم از من همیشه این سوال رو مطرح میکرد، چرا بوشیست ها وقتی تصمیم گرفتن در خاورمیانه اقدامات نظامی انجام بدن، چرا نرفتن سراغ جمهوری اسلامی و رفتن عراق و افغانستان، دو رقیب جمهوری اسلامی رو خونسا کردن، صدام و طالبان. نکته جالب، خانم رایت به نوعی تلویحا این مسئله رو اشاره کرد، گفت خود جمهوری اسلامی هم یک دفعه متوجه شد یک خدمت بزرگی بهشون شده. این نکته مهمی است. اتفاقا یک روزنامه نویس اسرائیلی به نام اسرائیل جرت قبلا این رو نوشته بود، گفته بود حتی بابا بوش به کمک ایران اومد. گوش میکنیم ببینیم خانم رایت دیگه چی میگه. That's where the atmospherics. Iranians are very good that way. That's been true throughout, you know, I've been going to Iran since 1973 almost every year, and it's they who take the space, they who find the alternatives in the elections and so forth. Oh, I forgot where I started. ببینید همیشه در این جلسات شما نمیتونید، چون چهار پنل بود، پنل های دیگه بود، جنرال پتروس بود، آقای هدلی مشاور پیشین آقای بوش بود، در یک چنل دیگه خانم باربرا سلیوان بود، روزنامه نویسی که در آلمانیتور می نویسه، قبلا در یو اس تودی می نوشت و بیش از همه در واقع حمایت کرده از آقای روحانی. شما این بحثا رو که میشنوید باید این قدرت رو داشته باشید، نکاتی رو برچینید، اگر نه بقیهش برای یک مصرف داخلی داره. تمام این کارشناسا آمده بودن که مردم آمریکا رو قانع کنن، یا کارشناسا یا ژورنالیستا، که این دیل خوبی است. ما یک گورباچف در ایران پیدا کردیم، اسمش آقای روحانیه. در واقع اینو به نوعی بایستی جا بندازن. بله، آقای روحانی اگر از من میپرسید داره همون رای رو میره که آقای گورباچف رفت. یعنی در واقع آمریکا چنان شطرنجی با این رژیم بازی کرد که این رژیم ناچار شد به همون رای بره که یک روزی گورباچف رفت. حالا شما اگر به اظهارات این دوستان گوش کنید، تمام تلاش این دوستان مثل باربرا سالیوان که من فکر میکنم بد نیست حرفا بشه، تلاشش اینه که همون جوری که خانم لیدی تاچر گفت، ما یکی داریم در تهران باش دیل کنیم. Cynicism was enormous. There was less enthusiasm for Rouhani in Tehran than there was in Washington. So that government has a lot to prove. Plan A, get a deal, get sanctions relief. Plan B, if the Iranians have negotiated well and they feel that the deal put on the table is not sufficient for their purposes, they exploit the loopholes in the sanctions that already exist. They make deals with the Russians, $20 billion oil swap. نکته بسیار ظریفی رو اشاره کردن شد. گفتن ایران برای امضای این معاهده یا این توافقنامه دو پلان داشت. پلان A یا پلان اول، حتما امضا کنیم، حسن نیت نشون بدیم، اگر شده همونجوری که آقای روحانی گفت بریم به دیدار کت خدا
بریم به دیدار کت خدا، چون در موقعیت نیستیم بتونیم ادامه پیدا کنه وضعیتمون، به خاطر به اصطلاح خرابکاری های سیاسی آقای احمدی نژاد یا خرابکاری های شبکه محصولی. حالا چرا اینا میگن یکی اونجا ایستاده؟ شما نگاه کنید، از اون روزی که به اصطلاح دولت گرین کارتی امنیتی آقای روحانی بر سر کار آمد، که به نظر من بسیار خوبم سر کار آمد، یک بازی بسیار جالبی پشتش بود، عالی جناب رفسنجانی، خاتمی، همه، حتی خود خامنه ای هم در بازی شرکت کرد. در واقع یک نکته بود، همه تصمیم گرفتن این روحانی بیاد. چرا؟ شما گوش کنید به اظهارات آقای روحانی همین چند روز پیش در تهران. آقای روحانی داره یک نطق میکنه، آقای روحانی رئیس جمهور ایران، ضمن این که سعی میکنه خرابکاری های آقای احمدی نژاد رو گوشزد کنه، پیام میده به دنیای غرب که ما سیاست های خصمانمون درست نبود. گوش کنین با آقای روحانی. باید بهش پاسخ بدیم یا باید بره کمیته انضباطی، کدام یکیست؟ کسی اگر اشکالی رو مطرح میکنه باید به اشکال پاسخ داده بشه، باید قانعش بکنیم، از اشکال باید استقبال کنیم، حتی از نقد باید استقبال کنیم، بهش پاسخ بدیم. شما صاحب نظرید، شما استادید، میتونید پاسخ بدید و موزر رو حل بکنید. اون چه من میفهمم در این کشور، ما با دنیا راه تقابل نمیتونه راه موفقی باشه. من از اول گفتم راه این دولت راه تعامل با دنیاست، تعامل سازنده. تا میگیم تعامل سازنده، یه عجب، میخواید بسازید با دنیا؟ نه خیر، میخواییم بجنگیم، خنجر میخواییم بکشیم. خب بله، با دنیا میخواییم حرف بزنیم، با دنیا میخواییم صحبت کنیم، با منطق صحبت کنیم. حضارش رو دیدین؟ آقای روحانی فقط رئیس جمهور ایران نیست، آقای روحانی سالها دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی بوده، رئیس دفتر به اصطلاح مطالعاتی و استراتژیکی تشخیص مصلحت بوده، تمام تکنیسیان ها، تمام به اصطلاح شخصیت های امنیتی و اطلاعاتی و سپاهی و نظامی و اقتصادی توسط ایشون شناسایی می شدن، کنترل می شدن، ارتباط پیدا می کردن. پس شورای امنیت ملی چیست؟ همینه. حالا این آقای روحانی با این سابقه که می تونه حتی دیدار با ایران گیتیا باشه در دوران جوانی، می تونه یک بازی های دیگری، حتی بسیار ایشون رو متهم میکنن که در واقع ایشون در بازی های قتل های زنجیره‌ای هم نقش داشت، حتی فیلم هایی هم که ازش درست کردم به عنوان مستند من روحانی هستم، در واقع بسیاری از سایه روشنی های زندگی ایشون رو برملا کردن. البته عده‌ای هم معتقد هستن در اینجا یک کارهای زیرکانه هم صورت گرفت، هرگز پرونده ایشان رو وصل نکردن به قتلای زنجیره‌ای، بیشتر نماد این است که ایشان و آقای جواد ظریف و اطرافیانش یا اینسایدرهای سعی میکنن با آمریکا معامله کنن و در واقع بسیار آسان پروژه های هسته ایران رو کنار بگذارن، و همه متهم میکنن که آقای موسویان، آقای ظریف، مشاوران ایشون مهره های دیگران هستند و دارن کاری میکنن که تمام زحمات و تلاش های هسته ای یک شبه ناپدید بشه. اما در واقع اگر از ما میپرسید چنین نیست. این آقای روحانی خودش عدد یا وزنی نبود که چنین سیاست های داخلی و خارجی ایران رو در واقع شکل ببخشه. نه، آقای رفسنجانیش هم نبود. ببینید، با شما برای اینکه بتوانید در بازی جهانی شرکت کنید باید مهره داشته باشید، مهره هایی که با به اصطلاح اون الیت های جهانی در ارتباطن.
کسی که برای آقای روحانی ارتباط داشت موجب شد همین گروهی که امروز در تهران میگن ما دلواپسیم، نگاه کنید جماعتی ناگهان در تهران دور هم اومدن و یک همایشی را انداختن به اسم ما دلواپسیم. ایده گفتن اینا طرفداران احمدی نژاد هستن، ایده گفتن مال شبکه محصولی هستن، چرا که اون سردار میلیاردر محصولی